به برنامه داود سلطان خوش آمدید فرهنگ با تمام عباد و تأثیرات آن بالای جامعه و بلکس تأثیرات جامعه بالای فرهنگ از جمله فعل و انفعالات است که زندگی بشری را متاثر ساخته و همیش باعث تداوم تحول و تجدد در زندگی بشری گریده هدف ما در این برنامه همیشه بوده که بحث سازنده نقد های مثبت و و کوشش های ما به ترتیب عیار شده که از او چیزی بیاموزیم به ادامه از کوشش ها امروز بحث خود در اینجا آغاز میکنیم و از مدوین بسیار عزیز هنرمندا فرهنگی ها نویسنده ها و مدباتی های بسیار محترم تشکر میکنیم که امروز تشریف آوردن و شما قدم رنجه کردین بسیار زیاد تشکر از میمونای عزیز دیگه خودم در آقای مبارز جورنالیست و نویسنده و محترم آقای فرایی مهین وزارت اطلاعات فرهنگ اظهار سپاس که با ما یک جا شدن تشکر, تشکر, تشکر میکنم ما پیش از که به برنامه بیم یک لست بسیار نسبتا طولانی سرشکار کار میکردم ساختم که ببینم که در این مورد یکی خود تعیین خطوط اساسی و فرهنگی توسط حکومت از افغانستان است که پای دي حدود تعین شول حکومت قانون اساسی افغانستان یکی کومدې خطوت چې هغه تعین کړی یا نکړی اوقدر واضح نه دی برلمردم افغانستان بسیار زیات گیج کوینده او مخشوش کوینده او مخصوصا در یک جامعه جنگ زده یک جامعه یاسیب پذیر اثرات کوششهای فرهنگی حکومت منهای سپشتو ز در موضوع بسیار ضعیف اوقدر محسوس نیستک الالت از کیاست ډیره مرबानी یو زلوا زماني کې السلامونه تاسو ته گران ملمنوت او د ټلو ټلویزیون او ګرانو لیدونکو دغه څنګه چې تاسو یادونه وکړه افغانستان د اساسي قانون له مخې هم د فرحنګ د هوډي د لړغون او میراثونو د ساتلو د جیو د تقویې، رشد او توثیق او خطرباندي دولت مشخص او معاصر ګامونه وبات پورته کیږي ولی چې کریډیټ ورن په دې حد باندې باسو دغه د فرهنګ وزارت تاسو ته به تر معلومات چ په څلور او عمداو اساسي برخو کې کار کوي تر دوو برخو اچتي او عمداو اساسي برخو باندې بحث وکم هغه د فرهنګ مسالې ده چې هغه متشکل دي څو برخو عمداو اساسي برخو څخه ده چې وایي موسیقي ده بلای تھیټر ده بلای سینا ده او سینما ده او د هنر موږ یبرخي پکې شامل دي چې پدې حق لباندي مشخص پروګرام لري مشخص برنامه لري خصوصا هغه چې مشت د پخوان پا را پات دي لکه په موزیکي کې د افغانستان د سلی موزیکي یا مثلا د تھیټر مثلا د سینما د ودي او رشد په خاطر باندې تر کومه ځایه پورې چې په موز باندې ارتباط لري موږ د دې هرې برخي لپاره ځنګړي پلانونه لرو ریاستونه لرو او هغه د منځم پلان لمه کي پر او فعالیت کی شکر حالا با مهمانای محترم با تالار صحبت میکنیم ما یک لست تقریبا 22 ماده ای اینجا که فرض میکنیم تلاش برای شناسایی فرهنگ افغانستان و تمدن افغانستان در بیرون از افغانستان یک موضوعی است که بسیار مهم است در داخل افغانستان ما چی کردیم افز باستانی است که میفهم بسیار گپ خاصه در هر موردی که دوستا میخوان صحبت بکنن از موسیقی گرفته تا رسامی تا نویسندگی تا موضوعات دیگه فرهنگی سینما تئاتر چیزایی که همه از این مختلف فرهنگ تشکیل میده من میخوایم دعوت بکنم از دوستا که در مورد مشکلات خود در مورد پیشنهاداتی که باید برای دولت ارائه شود، در مورد خود کمکاری حکومت در این مورد اگر خواسته باشین خود معرفی کنین و لطفاً بفرمایید شما تشکر شما سلطان دوست برای شما و برای جناب مینسر و مبارز و همه دوستان سلام تقدیم میکنم و تشکری از این خاطر کردم که برای اولین بار یک رسانه یا یک تلویزیون میبینم که مشخصا سر فرهنگ و سر هنر برنامه میگیره چون ما وزر کمیسیون برسی از تخطی های رسانهی هستم و مسئول تاریخ سینما افغانستان همیشه به تماس میباشم ما دلم یک چیز نمیخواست که او را دلم میخواه البته شاید اندیشه مقدر جد سرش کار نکنه به خاطر از این که چون ما با جناب رئیس جمهور را مکنشست که داشتیم سر پرابلم ها و مشکلات سینما افغانستان ما صحبت داشتیم، حرف زدیم، گپ زدیم و یک خواهش کردم از جناب ایشان که گاه گاه از زبان مبارکتان به نام هنر و فرهنگ چیز برای بسیار خوب است اما متاسفانه که وقتی که رئیس با افغان فیلم و آقای برمک مش تشریف داشته باشن از جناب رئیس جمهور گفتن که ما کمبود پولی داریم در سینما افغانستان یگانه ارگانی که ما افغان فیلم است او کاملا خراب است جوری گفت چقدر مصرف خود شاید در حدود یک دو میلیون دلار ما چی فی میشوند هیچ چیز نیست حالش میکنیم اما تا امروز هیچ حرف نشده اما مقصد هیچ چیز نیست که اون حرف شده حرف اساسی ما سرازی است که ما فکر میکنم که همین کسایی که شما در مقابل تان می لحظه می چی از سینما است چی از موسیقی چی از تئاتر و نقاشی و رسامی و خطاطی همه چیز نویسنده شاعر ما در اینجا می اینا هم مگیشان با عشق که در دل دارن با شور که در سر دارن اینا این جاده های پر و پیش رشد هنر رو میپایموین. ما پیشنهاد ما البته امی است که نه تنها تلویزیون تلوک ما تشکری میکنم یک بار دیگه که تمام تلویزیون ها و رسانه های تصویری و صفتی یک یک باره یک جهش داشته باشن به خاطر آگاهی آمه که هنر چی است فرهنگ چی است مثلا ما به کجا میریم ما همیشه در مصاحبه های خود گفتیم که دو جماعت بالاخره ناجی افغانستان خواهد شد فقط ورزشکاران و, و فرهنگیان که در فرهنگیان هنرمندا هم شامل است برای که اینا اشخاص بی طرف هستن که در سیاست و زیاد دخیل نیستن تنها بر قوم خود کار کنند اینا خانواده جهانی هستن در خانواده جهانی وقتی که با هم ما میشینیم فکر ما اندیشه ما همیشه برای تسخیر قله های پیروزی است ما آرزو اجیز دارم که با شفافیت با مهربانی تمام رسانه های افغانستان همچون برنامه را که شما داریم میشه با اشکال مختلف بگیرند سر فرهنگ ما نرکار کنند تشکر. تشکر است تشکر است شما تشکر است ما همیش کوشش کردیم یک برنامه دیگر یک سه ماه قبل راجع به فرهنگ داشتیم منتها بود خود استودیوی تلویزیون ما بود خواستیم وسیتر بسازیم امیدوار هستیم که دوام بتیم و کوشش داریم که یک کمکی فراگیر فراگیرتر بسازیم که دوستا اشتراک بکنن خوشحال هستم که دوستای برازنده امروز اشتراک کردن مگر امیدوار هستم که اشتراک از طرف هنرمندا و فرنگی ها هم از طرف قوی تر باشه خود ما باید خود از تقویه بکنیم دیگه از بیرون تقویه نمیشیم باید خود ما تجسس بکنیم دوست دیگه که اگه خواسته باشه میره بانیس سلام عرض میکنم رسول ایمان اسم یک تن از اون پیش های افغانستان دیگه سلطان زوی سایب خودتان سلام به بیننده تلویزیون تلو سلام سوالی که در ذهن هست است و هیچ جوابش تا به حال پیدا نکردیم می خواهیم را مطرح بسازم پوسترای فلم های پاکستانی که در سینما های ما هست وظیفی کی است کی باید اوسو شوه نشرات بیگانه ها که سلطنت داره در تمام تلویزیون‌ها وظیفه کی است که جلوی باید گرفته شود؟ شهرک فلمسازی، هنرمندهایی که کوچشان پشت شانه است و در بدر میگردند، زمین ندارند، خانه ندارند، وظیفه کی است که برای زیا باید سرپناه داده شود؟ یا یا یک همبستگی خود ایجاد کنند، یک جای مشترک باید زندگی کنند؟ هنرمند هستند بالاخره. ما فقط حق کاپی رایت یک سوال دیگه که تا به حال حق کاپی که مثلا در شهر کابل فیلم کس دزدی میشه آهنگ کسی دزدی میشه تا به حال هیچ گونه اقدام نشده در این عرصه این وظیفه کی است که باید جلوش گرفته شود ده سال یازده سال شد از برای خدا ما در خاک خاکستر فلم میسازیم سریال میسازیم در تلویزیون ها نشر میشه در مقابلش میگیرن سریال را نشر میکنن که میلیون ها دلار ارزش داره کاتی خاک خاکستر سریال ما را کسی میبینه یا با میلیون ها دلار که نام سریال ها را نمیگیرم اون نشر میشه جلوی هم کارا چرا گرفته نمیشه یک بر جوان ها یک کنفرانس بود به جناب کرزی صاحبم گفتم که از تجاوز نظامی که در تجاوز فرهنگی تلختر است زهر, زهر بسیار عمیق از این ای باید جلبش گرفته شود نام ما از سادوزای است ما از جرمنی اینجا آمدیم و یکی از کارمندای سابق رادیو و تلویزیون و یکی هم از آوازخوانای بسیار چی میگن از از آوازخوانای آماتور سابق افغانستان ما در این مدت که اینجا آمدم بازم الحمدلله شکر است از پار سال تا این سال ولی به هر صورت قبل از همه خدمتتان باز برسانم که البته استاد نعیم نظری که یکی از شخصیت های بزرگ ما هست و هم تشریف دارن از امریکا تشریف آوردن اینا هم در جریان هستن ما یک اتحادی سراسری هنرمندان بیرون مرزی را که البته با تلاش و زحماتش تا یک حدود رساندیم. در بیرون از کشور و حالی هم که اینجا آمدیم زم نزدیک یک سر تلاش ها داریم می که یک ارتباط بسیار مستحکم یا یک پل هوایی فرهنگی بین اونرمند های بیرون مرزی و داخل افغانستان ایجا ایجاد شد یکی دو دگه ما در افغانستان در وطن عزیز خود که البته دیدم وضع به خصوص اونرمند و آوازخان ها بسیار خراب است واقعا او زمانه هایی که ما بودیم مثلا در تمام بخش ها آرکستر های بسیار مجهز بود مثلا خود من سال 1352 پینجا و عضو دیپارتمنت موسیقی افغانستان بودم و هنرمندان می آمدن در اونجا بسیلا وسایل موسیقی بود هنرمندا بود اونا فقط می آمدن تمرین میکردن کردن مجهز بود از که آنگشان تمرین می شد می آمدن صد میکردن امسال از اون ولی آلم بازم غنیمت است که بعد از تلاش های امی دوستایی که در اونجا آمدن به خصوص ما در ریاست موسیقی و امید. ببخشید دامشگر صاحب بخش شما تولید موسیقی بسیار زحمت کشیدن دامشگر صاحب واقعا من ازشان توصیف میکنم که ادقل یک چهار تا هنرمندار اینا جمع کردن که یک هنرمند که از بیرون می ادقل میتونه که یک دوهنگ را در اونجا سب بکنه ولی در غیر از اون نوازنده وجود نداره ماشای از اینا به حد کم است از همه کدام اینجا محترم است در جان زمیر که یکی از هنرمندای سابق است خود از این میگه که بیچاره از می شهرنشینان کابل تامیل خانه نداره دیگه روی از این منظور البته پرابلم پرابلم زیاد است ما پیشنهاد میکنم در گام اول که البته های بیرون مرزی که با تجارب استن رادیو تلویزیون ملی باید هر کدام از اینا رو دعوت بکنه بخوای از تجارب از اینا استفاده بکنه اینا بتونن اون طرفا بین یک ارتباط پیدا شه و در غیر از از همه کرده امیواز مسخره را اگر خود دولت پالیسی خود در قبال از این روشن بسازه که آیا موسیقی را میخواین یعنی اگر میخواین خونرمندا باید به با این سرحد نباشه شما تشکر از شما عموما در بخش موسیقی و هنر در جوامع دیگه مردم و جامعه خودشان بسیار زیاد در تلاش می باشند امکانات به وجود می آید موضوعات که به اساس داوطلبی در یک جامعه فقیر و جنگ زده او محدودیت ها وجود داره که برای ما مشکل است کمی تهرا که در خود جامعه و جامعه مدنی ببینیم یا سکتور خصوصی سخاوتمند داشته باشیم که نداریم در اینجا ضرورت امکاری دولت بسیار احساس میشه مخصوصا از حکومت صرف نظر از اینکه حکومت چی مسئولیت ها داره و چی باید بکنه سر هم یک وقت یکی از دوستان رو میخوایم بحث بکنه که خود جامعه برای نرمندای خود باید چی بکنه آیا ما نرمندای خود با توجیهات وهمناک و توجیهات تهجر آفرین در یک تاریکی نگاه بکنیم آیا فکر وکړین کې موسیقي یو عیباس؟ آیا فکر وکونیم هنر شرم است؟ آیا فکر وکونیم چې ما باید در خفا در در تاریکی ها ژوندۍ وکونیم تا هنر خودا بره مردم خود ایره وکونیم ییز چیزایڅ کې باید سرش بس شوه. فرایس د بسونو مولید د درو رو نو فقط ډیر معقول شکایتونه در لودل سي. ما در په د وطن کې دولت یو لوی مسولیت لري سي. متاسفانه خلک خلک ما مختصوی دي چې باید ټول کار دولت وکړي. او ټول کار دولت نشي کاولای اته خپل مسولیتونه هم کلا کلنه رافقې دی خپل د مسولیتو د رافل لپاره دولت څو کیسلګ زره پړتاهر کړه کارو کی یو ډیر مهمه او اساسي مسله د افغانستان په قانوني کې هم دا اوس موجوده ده چې موږ دا ټول مسایل دولت مختنس وي دا تا ماخه مهرباني وکړه پر دې باندې بحث وکړه موردا د دولتي د اطلاع یوازی او فرهنګ یو 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 وزارت یواز او یواز دغه یو برخه او هغه پراته لدې چې خپل امکانات په نظر کې ونیستو یواز د هنر او برخه ته توجه وکو هغه نسو کولای او دا ډیره در نه خبره هم دی چې موربه په یو ساري یواز یوه وزارت د افغانستان د هنر ټول او برخه ته یو خاصه توجه کوي درس زما عمده او اساسي هدف هم سلطانځوي سر پر دې دای چې دولت یووازي پالیسی ور کوي د سينما په برخه کې موږ هغه څه چې په ښاډه تشکيلات دوستانو بحث پر وکه هغه اوس هم موجود دي موږ هغه لامل نه دی ووري بلکې هغه ته موږ هم توسي ورکو موږ هغه ته هم توسي ورکو د موسیقي په حق موږ غیرت کې دې چې هغه کارونه چې باید په خپل دوی وکړي اغه ته دولت یو یو بستر خوبای جوړ کیدې د کار اغه اومده نه ده زو سترګو مرتوا یې ودی زه فکر کوم چې لوی ترینګم او سخیستل سوې دا په دی معنا چې حیدری صاحب ته معلومه چې څومره د سینما جوازونه توزیع سوی دي ترسل زیات جوازه توزیع د نیویار په اساس توې ده اغه معیارونه چې دوی ورته ټاکلیدې د سینماګرانو د اتحاديه مشر دی په خوایي اواز په افغانستان کې یوازینه ما او په نههایت کې یو دوه ممکنه موجود مو جوازینه ما کوي منظور می دا د فلم د تولید تولید څه کوي یوازې افغان فلم او یو یا دوه نوري دا داسې د ځای موجود وي او شرکتونه اوس تر څلو زیات خلګو دا جوازونه اخستی د دولت یو اومده او اساسي موضوع کیفیت خبردل د په کیفیت کې د اوس مسلیت رازو اساسي مسلیت چز موږ هنرمندان د ټولو برخه باید د دې زمينه مساېده کې چې دوی وکولای شي د دن دنیا د نورو فلم سازانو سره د فلمونو سره د هنرمندان و سره او د نورو برخه سره دوی وکولای شي په آزاد بازار کې رقابت وکړي زموږه هغه بلدوسي اشاره ورته وکړه اساسي مسله هم پدې ده موږ د تعالی خمنجو شو د دوی د نورو هیوادونو هنرمندانانو فیلمونه دلته په افغانستان کې رانسي ا دوی په دې مافه کې د چيز مردو هنرمندانو فیلمونه هم بل ځای ولرنس بلکې دا سينما ده هغه هنرمندان چې شکارې کړي هغه هغه سينماګانی چې ستر شهرت لري او ډی دیر... نا یا په علمونه توليدي په جهاني سطح هغه ليدون کې پیدا کې علا قمندان پیدا کې د دوه د مسلکی تحصیلاتو لپاره دولت باید ام، امکانات برابر وکړي 500 ل نورو ل نورو پونځي نورو علوم سره سم په ټول افغانستان کې پلسهاو فاکلتي همداس د د نورو پونځي کې موجوده, موجوده ده اوس عملا موجوده شي هغه ځخني وې فارغي سر بیره فر دي موږ مر... د د د موسیقي د تولید اميرات لرو په ملي رادیو او ټيليویزیون کې چاته تعداد زیات هنرمندان روزل کیږي موجوده موسيقي ریاست لري د کډ فرهنگ وزرات په ساته باندې چالتای او د زیاد هنرمندان روزل کیږي ابو پاین پا زمان کې د افغان فلم ریاست عملا موجوده اما بل... ته ډیره هدا پوری مجنسه کولای شي هغه څه چې د مج استاد هنر ست هم نسبت په خاطر ډیره پراخه ويره هنرمندان هم په افغانستان کې زیات سي دي په دې کې هیڅ چا کم نشته دا اوس عملا ګوري دومره هنرمندان چې د اوس مج په افغانستان کې له روز افکار نه کوم د افغانستان په تاریخ کې د غند تر شوځوي خشکر دست خیلی میاییم یک سوال میکنیم سی باز به با شما میاییم آقای مبارز یک دو موضوع بسیار عمده به نظر ما بسیار در این ها دیده میشه یکی در بخش اطفال در افغانستان ما از اطفال باید شروع بکنیم در مورد کتابخانی به طور مثال در, در, نسل جوان ما عادت کتابخانی بسیار ضعیف است سواد ماندار چون کم بوده کتابخوانی وغوپا اما از توفلیت به شروع شده این موارد ما کوم چیز نمیبینم ودوم مکه در در پروگرام های چی حکومتی چی غیر حکومتی نقش جوانان در در زنده‌نگهداشتن فرهنگ د دې دو موارد شما من خوښم که چشم دید خدا اگر لټ کوینونه درې چک نیس کی اطفال باید موارد توجه خاص دولت افغانستان قرار بگیره وی جای است که دولت نمیتونه با عنوان آزادی بازار یا مارکت یا مسئولیت خود در قبال اطفال هم مثل که میخواید در قبال انرمندار رفع کنه در برابر اطفال هم را نادیده بگیره دولت ما ما در مرحله از تاریخ خود قرار داریم که ما به سوی کښورغای پهشنفتي جهان کې امروز بازار آزاد د اونجه تسلط داره ما به اوسه انوس نرسیدیم چې مردم ما او مسولیت راکې مردمان جهان داره یېنا درقبال هنرمندو درقبال نیویسندو درقبال رسانه او درقبال اطفال خود دې مسولیت احساس وکه با عقیده ما آلې کې ما در غوږ د 50 ټلویزیون او رادیو دریم ما این خواهش از وزارت اطلاعات و فرهنگ میکنم تا ایست که این رادیوها و تلویزیون ها را از طریق مشوره نه از طریق هدایت و سانسور اینا را متوجه و جایب بسیار حساسشان بسازه که اینا از طریق تلویزیون و رادیو مخصوصا چرا اکثریت مردم ما 65 فیصد بیسواد است برای مردم ما این رهنمایی را بکنه که اونا در برابر اطفال چه مسئولیت دارند و از طرف دیگه خود دولت باید موضوع کتابخانی را که شما گفتین که اطفال چطور به این عادت بکنن این از مکتب باید شروع شود در مکتب اینا باید راهنمایی شوند که ای اینا کتاب بخوانند و در کتابخانه های کشورهای دیگر تا جایی که ما مواجه بودیم اتاق برای مطالعه اطفال بوده به کانون‌های های علمی ما و آموزشی ما مثلا پانتون ها و مکاتب در در تقوی پروگرام ها و آوردن پروگرام ها برای برای نقش جوانان در نصاب آیا کافی است که تران نصاب وزارت معارف بسازه یا فرنگی ها هم در تعیین نصاب تعلیمی معرف افغانستان سهم داشته باشند من فکر می کنم که نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس نیازمندی های امروز و فردای افغانستان ساخته شود بله. چرا افغانستان امروز به صورتی یک کشور منزوی زندگی نمیکنه بلکه با جهان یک زندگی میکنه فیلن جناب مبارز فعلا نصاب تعلیمی ما را تنها خود وزارت معارف درست میکنه اما ما باید دارم یک وقت سوی تدریسی در افغانستان بهتر تر بود حال وضع چندان خوب نیست و نصاب تعلیمی و مواد درسی که تاییم میشه به اساس یک, یک گفت و گوی ملی باید به وجود بیاید و کانون ها و انجمن های علمی باید سهم داشته باشه تنها و تنها وزارت معرفی کار میکنه آیا کدام تجسس از طرف فرهنگی ها صورت گرفته که در این مورد خود زرق بکنند این ما اول خو باید ایره بگویم که وزارت معارف امروزی بعد از سی سال جنگ به وجود آمده و جنگ ها در افغانستان تاثیر خود بر معرف افغانستان گذاشته چرا یک تعداد زیاد استادان معرف افغانستان یا اونا زایی شدن یا کشور ترک گفتن و افغانستان ده سال قبل یک بار دیگه شروع کرد تا معرفه به وجود بیاره و معرفه انکشاف بده ما عقیده دارم او معرفه که شما گفتیم سویش بسیار بالا بود و واقعا یک سویي بالاي داشت دني 15 ته په کابل دروغه خسکشورای ای ایران او پاکستان بره. یک تعداد زیات موصیلین ممال کربی بر... ممال کربی از فلسطین مخصوصن یک تعداد زیات موصیلین د منځ ت... تحصیل میکدان و شاراتنامې 15 به سوی یونسکو به رسمیت شناخته شده بود ولیکنه امروز ما اوسویرا از دست دادیم و این وخت زیات تر میخواه ک اوسویرا به وجود به در قسمت دوم سوال شما که فرهنگی های افغانستان، های افغانستان، رسانه های افغانستان در ساختن نصاب تعلیمی جدید با اشتراک یونسکو و بعض کشورهای دوست باید اینا سم داشته باشند تا یک پروگرام ساخته شود که برای امروز و فردای جوانای ما طور مفید واقع شود که اونا منحصر به کار تنها در داخل افغانستان نی بلکه در جهان بتانند اینا قبول شود بگردیم به مهمانای تالار در رابطه با پالیسی ما به ای این عقیده هستیم به این نظر هستیم که ما نباید منتظر ازی بمانیم که از طرف دولت برای ما در عرصه فرهنگی پالیسی ساخته شود و ما مطابق روال فرهنگی خود ایار بسازیم و خط مش کاری خود تعیین بسازیم ما به این عقیده هستیم که ما خود ما باید از پایین در هر عرصه های اگر بخش سینما هست بخش تئاتر بخش موسیقی هست و هر بخش هنری دیگه که هست ما بر دولت پالیسی بسازیم ما پالیسی مطابق نیازمندی هایی که ما احساس میکنیم در سی خود ای را بسازیم اگر دولت نسبت عوامل مختلف نسبت مازیر مختلف آجز هستند در این عرصه ما دست استیلا زیر علاشه و باید دست بکار شویم تشکر یکی و در ارتباط به پاسخ سوال قبلیش ما ما حضورش ما عرض بکنم که خود موسیقی چون یک پدیده بسیار عاطفی و انسانی هست و این یکی از جمله علوم متخیله هست که این به شکل علمی آکادمیک قسمی که بر شما بهتر معلوم است در تمام جهان با سیستم اکادمیک با سیستم مکتبی اصلا فعال البته تردیش میشه تا کالوری و لیسانس و ماستر و دکتورا امی مدت زمان ای خود از خب خود از یک علم یعنی موسیقی خودش یک علم است ولی ای که یک تعداد از کدام دیدگاه ها موسیقی را میبرن ما فکر میکنیم تعبیرات مختلف و ناشی اگر از چه ناشی از عدم شناخت از اونا هست که اینا اصلا در رابطه با پدیده هنر شناخت کافی ندارن تشکر. از انجینیر سب تشکر میکنیم و میریم به آقای سرمست بفرمایید نام دکتر احمد ناصر سرمست است مسئول و مؤسس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان استم و در عین زمان مسئولیت مشاوریت در وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در بخش بازسازی تحصیلات موسیقی دارم پیش از که من گفتنی های خود بگویم فقط یک موضوع را میخواستم اشاره کنم برای که فرهنگ بحث بسیار بزرگ است که تنام چند نوه اونر که امروز ما نمایندای شده اینجا در بین خود داریم نمیشه بالاخره معارف یک بخش عمده فرهنگ تشکیل میده خوب بود که امروز یک نفر نماینده وزارت معارف هم اینجا حضور می داشتن تا سوالایی که پیش دوستای ما وجود داره در رابطه با نصاب معرف و کارهایی که در نصاب صورت میگیره سر از او هم صحبت کنند تا جایی که در رابطه با سکتور خصوصی و رابطهش با معرف میشه موینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این راستا کار میکنن و تفاهم نامی را هم با اتاقای تجارت نوشته کردن که مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی با سکتور خصوصی رابطه مستقیم داشته باشند و سکتور خصوصی حتی در قسمت نصاب نظریات خود داشته باشند تا جوانایی که مبراین مجهز باشند با توانمندی ها و مهارت های مارکت کار یکی گفته بود که من میخواستم بگویم دوستا گپای دیگه را مطرح کردن که من فکر میکنم صحبت های ما میتونه بسیار پراگنده باشه برای از که بحث فرهنگ بحث بسیار بزرگ است و تا زمانی که برای ما سیاست فرهنگی دولت واضح و آشکار نباشه ما میتونیم جست و گریخته در گوش های مختلف صحبت کنیم دستاوردهای بوده کمی وجود داره بر از اینکه ما درست صحبت کرده باشیم و صحبت ما جنبندی شده باشه خوب است که اگر ما در باری سیاست فرهنگی دولت که در کدام راستا وجود داره و در سیاست جایگاه و نرهای مختلف چیگونه مشخص شدن و چی پالیسی های بر بخش وجود داره وقتی که بر ما معلوم شد ما میتونیم صحبت کنیم انتقاد کنیم و یا تمجید کنیم از کارا و سیاست دولت گپ دیگه که مطرح شد زمین سازی برای آموزش هنرها بر اطفال بوده ما اول میخوایم بگویم که کمیاب و کاستی های فراوان در بخش فرهنگی افغانستان وجود داره اما در ده سال اخیر کارهای بزرگ هم صورت گرفته در بخش فرهنگ و هنر کمی گپ های نیافته مثلا امیل از که ما شما صحبت میکنیم سرازی که برای جوانات چی کار صورت گرفته مثلا در بخش موسیقی برای اولین بار تحصیلات موسیقی از دوره ابتدایی افغانستان به صورت اکادمیک و سیستماتیک امروز تدریش میشه شاگرده سنف چار به انستوت ملی موسیقی افغانستان که در چوکات وزارت معرف جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت میکنن جذب میشن و بعد از ده سال آموزش اکادمیک تحت نظر متخصصین داخلی و خارجی باعث معلم موسیقی و نوازنده موسیقی به جامعه تقدیم میشن خود از این کارش که صورت گرفته در چوکات پوانتون کابل، دیپارتمنت آنرهای زیبا وجود داره، پوانزه زیبا وجود داره و در دا اونجا دیپارتمنت برای موسیقی، سینما و گوش های دیگه وجود داره، که خود ازی از این از جمله دستاوردهای است، خود بازگشت موسیقی و قرار گرفتن موسیقی من منایس یک بخش عظیم از هنر فرهنگ افغانستان خود از یک دستاورد است برگشت موسیقی به افغانستان خود از یک دستاورد است اما این به این معنا نیست که هنرمندای موسیقی هیچ گونه چالش دمرایشان قرار نداره من فکر می مشکلات فراوان وجود دارد. افغانستان یگانه کشور است که هنرمند موسیقی برای اینکه آهنگش نشر و پول می بر خلاف تمام کشورهای جهان ای به این معنی است که در افغانستان قوانین و لوایه و مقرراتی که تضمین کننده حقوق هنرمند چی هنرمند سینماست چی هنرمند موسیقی است باشه وجود نداره با مخاطر است که همیشه اونرمند هم به طرف دولت میبینند دولت میتونه در چارچوکات سیاست های فرهنگی خود سیاست های مشخص را برای گوش های مختلف و ایجاد کنه و بسترهای مناسب برای رشد و تکامل و حفظ نگهداشت سنت های فرنگی مویا بسازن ما سال هاست جار میزنم و یک بار دیگه هم تاکید میکنم یکی از مشکلات هم که ما امروز پیشتر چندین بار بهش تاکید شد و اشاره شد که تهاجم فرهنگی است واقعت داره ما سال هاست میگم بالاخره باید یک سیاست نشراتی برای موسیقی، سینما، فیلم و تئاتر به وجود بیاد. تا زمانی که سیاست نشراتی به وجود ما نمیتونیم جلو ای ارج و مرج در مطبوعات ممل... سوتی صوتی و تصویری مملکت بگیریم. وقتی ما سر سیاست نشراتی صحبت میکنیم به معنای سانسور نیست. بالاخره تنوع فرهنگی و تنوع موسیقایی و تنوع هنری این بخش از آزادی های انسانی است که باید افغانستان برش دسترسی داشته باشند اما ای به این معنا باید نباشه که کتله بزرگ از های افغانستان چی هنرمند موسیقی است و چی هنرمند سینماست جلو رشد و کار خلاقانه گرفته شود در زمان است که قانون کپی رایت دی وطن وجود نداره حق امتیاز وجود نداره اینا مشکلات است که را در سر رای اونر موسیقی هنرمند موسیقی و در مجموع فرهنگ افغانستان قرار داره بسیار تشکر. غزنوی نویسنده سلطان زیست خدمت شما عرض بکنم که شما گفتین سر غزنی پیش از یک سر غزنی که بزنیم سر مبارزه به شما در مورد اطفال پرسیدن برای اطفال برای که هیچ برنامه وجود نداره نه مجله است نه کتاب است و نه در معارف و توجهی که به کمیت افتخار میشه که زیاد توجه شده ولی در کیفیت در مکاتب بدماش حاکم است متاسفانه در سر تا سر افغانستان به شمول پایتخت و آمدیم سریزی که برای که برای اطفال خوبی نمیشه جفا در حق اطفال صورت میگیره در بازار آزاد که رقابت سرکس هرکس باید زیاد پول پیدا کنه تدیزان دیزان دیگم هم ریزه جانان دیگم از آید سواب زما گناه تا چیر ترسی اعلان میته چیر توته های انسان نشان میته که تخون طفل در خانه میبینه اعلان از طرف آیساف است ما را غرض نیست اعلان است در دیگه دنیا چرا اطفال خود این فیلم نشان نمیتن تمام تلویزیون ها به شمول تلویزیون دولتی و غیر دولتیش اعلان را که برای اطفال زهر مطلق است از طریق رسانه ما چش می تفل خود پلستر کده نمیتونی رای حل چیست؟ رای حلش که مدیریت چه و دیگه خسانسور نام نداره جناب دکتر سبسرم است دیگه این خسانسور نیست مدیریت چه وده یک کشور قانون مداری با باشه هر کس نمانده که خاطر پول پیدا کردن و بازار آزاد در یک پای خود سر گلون مردم بمونه آقای ای ایلمان یک, یک سوال خلق, خلق میشه تفل. ما میخواییم یک سوال مطرح کنم برای بس در یک مملکت که ما آزادی بیان قبول کردیم بر اساس قانون اساسی مملکت اینجا این مسئولیت متوجه کسی مدیریت کی بکنه دولت بکنه یا خود خود رسانه ها اخلاقا رسانه ها هم چون علم دموکراسی هستن یا برای ترویج فرهنگ متعالی گام گذاشتن یا هم خو خورماس هم سواب ما مردم نجات میتیم از بدبختی به طرف خوشبختی میبریم دیگه همی علم بردار های دموکراسی به سطح جهان همی تیلان ها رو نتن به میرسان و وا هم امیر ن... نشر نکنن و هر چقدر پولی که میگیرن باید نشر نکنن این جفاست در اقل اطفال افغانستان آل سر غزنی با کمال تاسف دیگه که آل مونموین سب ششتد ولوسی جرگه افغانستان خودشان احزار کرده بود وزیر سب اطلاعات فرنگ با مونموین صاحبا من تا معمی قدر میگم که ریا... در مدت چار پین سالی که بر ریاست جناب مرسال سب معاون اول ریاست جمهوری و سکرطریت دکتر سب رهین از 2007 که تا 2012 چیز نشده ما باعث یک ت... فرد بسار عادی و عاجز غزنی مطمئن استم که در یک دب نو دیگه که مانده هیچ چیزی نخواهد شد و هر او اعلان مرکز ثقافت میندازن تا بال تعداد زیاد نشده بیروکراسی به حد زیاد است مردم ما مون نهایت مایوس است و عیف ما که همین نام سر کاش سر یک جای میموندن که امور میتونستان آباد بکنن همین دنیا بسیار تشکر موین سر صحبت دوستا اگر تبصره میکنین بسیار زیاد تشکر یک نقطه ای که پیشتر ما میخواستم در جواب آقای پیمان این صحبت بکنم موضوع کاپی رایت داخل وزارت فعلا ما سرش کار بله ایمان صاحب وخت او حل شوده تقریبا ولغه باز هم مېرېم دوباره به قانون مېرېم او قانون کې چې شما سينما بر ما به تن روز 45000 یو سينما ما تقاضا داره یو سينما تاوال دولت به ما نداده خو ای اکثر مسایل کار دولت نیست ببینین ما از دستي تجار او شخصیتای کی میخی دې راستا کار وکونه بارها ایره شنیدیم کې دولت صرف بر ما یو پالیسی به ته زمينه را مساېد بس ازه از کې ما بهم د دا داخلي مملکت کار وکړم بولي خويش مداخله نکنه یي غوفته او خواهشات تمام هنرمنده تاجرها بزنسمنه در تمام ارسه هاسته نیتو نیست کی د موزیکي و د هنراي ديگه بزنس نميشه بابا تمام ارزشاي کی ما پرش قائل اسين بولي همي هنرمنده همز ما ميرا خواسته همي ورځو را دري کی شما پر ما صرف جواز بتين دیگه کارای خوده ما خپله مو мекунем ما коане را برش исلاح кардем زمینه را ما سایت ساختیم دیگه изафата аз این хуб پالیسی دولتی نیست کی ما амният بوگزاریم ما را بوگزاریم сеҳата بوگزاریم तमाम мавзуати ки дамингиری این مملکاتا سورа بوگزاریم او بوگем ки صرف و صرف як таваҷҷуб ва ҳунар شو ما ҳунарمندارا тарбия кунем ба واسви آن ونه معرف او په ښه تر ما نه گفتم در 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 برخشې مختلفه مؤسسات تحصیلاتي علي افغانستانو هنرمنده تربیه میشو او توجوب او صورت میگیره موضوعی کی بلسب اخو اخو اخ امکان نداره کی ما بتنه یو ټلویزیون او شما ببینید شما در سابق یک ټلویزیون ملی داشتید فعلا در افغانستان شما 60 ټلویزیون دارید تل... ما ما فیلن اگر ای ټلویزیونونه دیالوګ موافق نستانه شما میتلین کی اېډمي ټلویزیونونه را کنټرول وکونین کسي کی ټلویزیونی کی رقابت карда نمیتونه خود به خود هم فیلن چند ټلویزیون در حالت سکوت است خود به خود پیښته نه میتنه اما یی کی ما رايشه بند کړیم کی تونه شرایط نو کوي حق ما نیس ما بر شک وادیم وینیم ته چې سرحد ایمیتانه برنامه های خوبی را داشته باشه چې شما وری مشتری پیدا وکونه کی ببینین اعلان تنوی در غیر ان خود به او خود اوسه کټ میکنه کی هم اصلي مسیر خود ته خوات بکونه مسله مهمی کی جناب سلطان جوی صاحب خدمت علمند صاحب باید ما عرض وکه موضوعی غزنیس دې غزنی. ای بسیارک مسلې مهمه است ولي یو چیزه باید فراموش نکونئ ما دې نه روز د پارلمانو می صحبت هداشتیم گفتین کی غزنی پایتخت نمیشه کی ما اونجا پایتخت میبارین بلکې یک نامیست از جمله کشور شهرهای بزرگی کی در دوران ثقافتی اسلامی یا دورهای درخشان در اسلامی را سفری کنه و صرف یک کنفرانس ده و دائر میشه اما در پهلوی از یاد تان باشه کې ای تمامي مسولیتار وزارت اطلاع او فرهنگ په دوش نه دره وزارت اطلاع او فرهنگ در بخش مسایل فرنګي مسولیتدار ما 32 ابيده را پلان کړيم تا سال 2013 دا ای را تکمیل نکړيم پرلمان او حکومت از ما پرسان وکړ دا ابيده را سال گذشته رسم من تسلیم کړل خانمای محترم کسی میخواد صحبت کنه بفرمایید ما گل مکش غیاسی سابق رئیس تئاتر ملی که در سال 2002 ماه فبروری ما از بیرون آمدیم به عشق وطن خود به خاطر از اینکه ما خودم یکی از اون های تئاتر بودم در زمان البته پیش از جنگا که او تئاتر که ما روسی سر افتخار میکنم تمام هنرمندای چی از موسیقی تئاتر و حتی جلساتی که برنامه هایی که خود تئاتر داشت قابل افتخار است و یادآوری است شش سال ما به حیث رئیس تئاتر که افتخار میکنم که این سمت به و ما تانستم که بزرگای ما امینجا حضور دارن که تانستم که پیش ببرم با مو شکل شاید بایدش البته نتانستم باز اما با این هم ما تقریبا دو نمایش به ولایت افغانستان داشتیم کم گپ نیست و اما چیزی که ما را ساختن ساخته نداشتن جای نداشتن یک تالار و تالار با عظمتی که شما خودتان میفهمین که تقریبا در او زمان در سه مملکت مثل تئاتر کابل وره یا تیاتر ملی بله کابل نداره وجود داشت دیگه تئاتر یعنی به این نبود و امروز او ایران شده چندین چندین سال است که به او توجه شده نشده گرچه که سر موضوع ما بسیار بحث کرده یعنی از طرف خود وزارت مالیه یک اطمینان به ما داده شده بود متاسفانه خب. که صورت نگرفت چی شوه باید اگر, اگر تئاتر بازسازی شوه شما باور بکنین سینما دارای ما فقوانش نمیم برایه موسیقی دانای ما همچنان کسایی که کنسرت میتن همونجا هم برای کنسرت بودن یک جا, باری... جا پیدا میکنه بله یک جا پیدا میکنه و تمام اونرمند ها به دوره هم جمع میشن دل. و اینا میتونه از پالو یک دیگه از دید بازدید یک دیگه استفاده بسیار مقبول و زیبا بکنه که بر رشد فرهنگ به حد و به اندازه موثر است و شما میفهمین بسیار میبخشین سلطان دوست که در هر جامعه تئاتر بسیار بسیار مهم است خصوصا در یک مملکت جنگ زده جنگ زده که تم... این است تمام این روی سال روی موضوعات بسیار حاد مملکت روی زیبایی ها روی شخصت ها روی همه چیزها روی غربت روی جنایت روی همه چیز اینا نمایش میارن روی ستیج که او هیچ وقت از ذهن بیننده دور نخواد بود نسبت به خواندن کتاب نسبت به یعنی همه گیش مهم, مهم اما اما این بسیار مهم است بسیار تشکر. 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 تشکر که به ما وقت قبل از که به آقای فرهاد بریم ما می یادآوری بکنم که دیروز روزها اخیر یک دستاورد بسیار بزرگ نصیب افغانستان شده که یک جوان افغان یک کاسه برازنده افغان که ما میخوایم یک دقیقه خودشان خود معرفی بکنن جایزه پولتزر پولتزر پرایس از جمله مهمترین جوایز جهان است نصیب از اینا شده و ای افتخار بر افغانستان رسیده تشکر از وقتی که به ما دادین سلطان زوی زایب من مسعود حسینی هستم متولد کابل و کسانی که میفهمند پولیتزر چی است شاید تقریبا بفهمن که اهمیت از این چه, چه قدر است برای کشور پولیتزر اسکار است در جورنالیزم ولی متاسفانه همینجا که صحبت ها است و جناب موین صاحب هم تشریف دارند ما در طول تمام این تقریبا 200 ست که با تلویزیون ها و به صلاح خارجی داشتم در هیچ صورت متاسفانه دولت ما آگاهی پیدا نکرده زی جایزه به این بزرگی میر به افغانستان واکن آورده. واقعا یک یک افتخار جهانی است یک پول سرپرایز اما بالاترین جایزه مطباتی است که در بخش مطبوعات برای یک نویسنده یا موسیقیدان یا تئاتر یا عکاس یا ای داده میشه این چیز و... بسار نادر است ای یک چیز بود که حتی در کشورهای خارجی در واقع تبریک میگفتند بر افغانستانی ایراد به ما ولی متاسفانه وقت سال میشد از ما که دولت شما چی کار کرد من باید میگفتم متاسفانه ای چی. شاید خبر نشد و حتی خب این یک چیز است که واقعا شاید بگویم درد است که چطور خبر نشدن من گفتم بیشتر از 170 روزنامه و تلویزیون در دنیا صحبت کردند از دفتر ریاست جمهوری تا اونا پرسان میکردن و دفتر ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ تا آل به اطلاع است و من واقعا متاسف است تشکر ما بازم تبریک میگم این ای افتخار نتنا به شما به افغانستان تشکر. و خوشحال هستم که اینجا تشریف داریم اگر ما با این موافق باشیم که هویت و حیات یک ملت بالای حفظ و دفاع از فرهنگش است بسیار و این درک ما کل ما داشته باشیم داشته باشیم بسیار از مشکلات ما حل میشه انشاءالله. و این باید باید داشته باشیم مثل که جناب مبارس اشاره کردن که فرهنگ ما شما از سالها به این طرف زیر و همچنان آقای سرمست اشاره کردن که تحت حمله قرار گرفته و امنوزم هست در قسمت موسیقی پیشرفت صورت گرفته در جای شک نیست اما یک گانه کوتاهی که از, از دولت محترم ما می‌بینیم است که اینا یک مسیر نتونستن که تعیین بکنن که دوج موسیقی یا دیگر شخصهای فرهنگ ما رشد سالم بکنن و دیگه ای که ما پیشنهاد که ما دارم خاطر بهبود حالت فرهنگی ما شما است که یک تداوی متداوم کار داره توجه به دقیق کار داره به خاطر یک موضوع حیاتی است و ما باید هم دولت و هم هنرمندا و هم هر فرد جامعه باید جلوه هی هم عملات بگیره چون روزانه ما از شبکه های تلویزیونی بشنویم که حتی دلسان ما شما واجه های داخل شده که من که چرا و از کجا اینا جایش خواهی من فهم که چرا اینا روز تکرار میشه و چرا این واجه ها از واجه که پیشتر ما کل خوب یعنی خوبتر است ما خودم نخست نمیبینم به واجه های پیشتر که ما با او جز فرهنگ ما بود ما و با وقتی یک باز از اشارات شد به اینکه که اد بر اطفال ما بسیار موافق هستم که مضمون موسیقی در دا مکاتب داخل شده و همچنان مضمون زیر آرت 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 آرتس یا آرت ها بلد. که امی یک سلسله مثلا تهاجم یا نواقص که در فرهنگ ما آمده یا سلام هایی که آمده ببخشین بیتر از نواقص شده و ترمیم بفرد ولی تلاش هستم یکی از فعالین سینما در افغانستان ما فقط میخوایم دو نقطه را بکنم یکی که صحبت که دوست داشتن و تا به امروز صحبت شده و سالها صحبت شده از فرهنگ و غنای فرهنگی ما صحبت کردیم بدا به حال ما که در روزهایی که برنامه سی میگیره مؤسسات جهانی در چاره های ما تکم نصب میکنه میگه بعد از رفع حاجت دستاتون رو با صابون بشویید بعد ما دومی که زمانی که آقای خرم تشریف داشتن وزیر بودن ما یک جمع آمده بودیم با مورد سینما صحبت داشتیم و در مورد مشخصا خودم در مورد که گذاری های فرهنگی در افغانستان چیگونه است و پولی که برای سرمایه گذاری شده چیگونه شده برای ما جواب دادن گفتن که امو برنامه در آزموته داره که برای افغانستان تدوید می بودن تقریبا در 700 ورق بعد خارجی ها که کشور کمک کننده و دوست هستن در جلسه پاریس باید رو ببردن برگزار میشد تدوینش کردن در 200 ورق وقتی که ما خانده مطالعه کردیم که حرف از فرهنگ در بین او تدوین در برنامه اساسی برای افغانستان نامده بود وقتی که چونی چیزی در میان وجود داره و حرف از فرهنگ برای برنامه طویل مدت افغانستان نیست آیا ما این تلاش هایی که میکنیم این تلاش ها می که نتیجه مثبت بده یا خیر تشکر درست. تشکر بسیار من نظیر خاراست هم یک تن از هنرمندای شما و اگرچه دوستا سوالات بسیار مهم گفتن و مطرح شد ما فقط میخواهیم بسیار کوتاه که اگر امکانات ای باشه که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ جلوه کاپی رایت بگیره اقتصاد هنرپیشه ها هنرمندا رشد میکنه و اونا میتونن بدون کمک خود وزارت برای خود یک سلسله سهولت ها را ایجاد کنه و در رای هنر خود پیشرفت کنن و هنرشان خودکفا شوه و انکشاف کنه تشکر بسیار من تورپیکه هستم تخلص میکنم اسنا 35 سال از سینما و تئاتر کار میکنم ما از دولت خواهش دارم که یکی از برادرای که به حساب چندین سال عمر خود در تیر کرده از چشم معیوب شده هیچ کس نیست که آشمی رو کمک کنه ما بر خود کمک نمیخوایم سر به خاطر آشمی کمک میخوایم آشمی چشمش عزیز عزیز داده چشم خدا خواهش میکنم امر کمک کنید شما بس تشکر, تشکر بسیار زیاد به ارتباط اکثر مسائل بحث بس های بسیار عمیق صورت گرفت مگر بنیاد همه اگر که کتاب است هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفت شما میدانید که در افغانستان ده روز پیش در نمایشگاه تهران مقام اول گرفت و این ابتکار دولت در واقع زعامت چه بدوش داشت که در اوز نمایشگاه بیشتر از هزار ایمان کتاب شیرا کرده بود که جمعاً پینجا نسخه بود و افغانستان مقام یاول گرفت که هم شکل نیست که شبسنی شخصی در این عمر ما را همکار بودن مگر در واقع مدیریت چه زعامت تلاش دولت را حبری کرده بود به ارتباط مسئله کپی رایت ما با اتمام گپای تامین گپای من چه کنم که کپی رایت فکر میکنم 3 سال پیش از رو چاپ کرده اما او, او یک چیز ناقص هست مشکلات داشته دو ماه پیشر از وزارت ما رو سرش کار کرد ما از وزیر کمیسون بودم و این کمیسیون در تفاهم با سعودی کار تکمیل کرده شکی نیست که یک دم ماه کارم خلاص شد مشکل همکاری ما حل شد بسیار تشکر میکنیم به آقای مبارز میپیمانیم و شما صحبت ها رو شنیدین بسیار به طور خلاصه نقاط عمده که قابل تفسیر است تکسیر پیش ما فرهنگ سرحد نداره در جهان امروز ما باید خود آماده بسازیم بر رقابت در بازار امروز ما نمیتونیم که از تاثیراتی که از بیرون بالای فرهنگ افغانستان میه یا تاثیراتی که افغانستان به صورت متقابل به عمل میاره عزيز لورګيري کوم او چور وخت بيسيار زياد نه شما مر ما دو دغه وخت دادين په هي خاطر دلايل بيسيار تاريخي وجود دره کی فرنګ کشورها را هجومه ها تعرض ها تجاوز ها اقوام و اينه تغيير ميتند او فرنګ تحول پزير است خوشبختانه فرنګ افغانستان روی مدنيتای بيسيار بزرګي کی درې سرزمين به وجود اومده ی تشکل کده ور فرهنګ کې انځهګه تجاوز هم وکنه د اینجه حل مشه تشکر بسیار با یو نقطه هم مثبت بسیار تشکر مې انسپټاس په سب فارسی وایې که پکته خو خامس د فرهنګ موجوده فرهنګ کې سلطان موسی سب ستاسو ته مبارک وي او زلبیات چې دا سې جالب او پخړه پوري پرګرام مو جوړ کړو تشکر او دا هواد فرهنګان موږ راټول کړو او دا ډېر ستر ابتکار دی او نوخته ز خپل وهنرمندانو ته دا وایم چې د اوس هم بازار غټل دی مارکیټ غټل دی ان شاء الله تاسو سره هیڅوک رقابت نسی کولای تر کومه ځایه پولیسي ماته معلومات تاسو پر ټول برخه کې د هنر څه سینما د څه تھیټر د څه موسیقۍ د داسېالمون دا جدید څه تعقیب تاسو د خارجه هنرمندان نسی نو لای زه په دې باندې باور لرم او متيقنم هله می आवाज نه شي چې د هغه د چ تاسو خپل افغانی هنر हेवس گئی لکه څنګه چې دلته د مخیوچا اشاره ورته وکړه د دې زمينه نه باید مساییدو کوم پردی فرهنګ او کلچر زموش په خاورې کې راسي مسلات سیا خو دولت نه راوړي کله کله زموش د هنرمندان نو د خدای سي اعمال تر سره کی وي لې پراته له هغه تاسو موافقو هنرمندان یې اس که د خدای رضا ولله هم موافقاس او په دې بازار کې به څوک تاسو سره ونې کوي په افغاني ټولنې کې رقابت درته تشکر زه جناب موین صاحب تشکر میکنیم بزرگترین تهاجم فرهنگی به نظر ما از محلال فرهنگی است و برای که افغانستان از از محلال فرهنگی نجات پیدا بکنه یقینا که دولت در رأس همه من پیشگام وظیفه اساسی و مسئولیت اساسی را به عهده دارد تا در گسترش فرهنگ و در اینکه فرهنگ یک بستر سازنده و پرورنده بر نسل آینده بسازه رول خود باید بازی بکنه در این رول همدوش دولت سکتور خصوصی جامعه مدنی و افراد وطن همیشان وظیفه دارند که دوش دوش دولت این مسئولیت را به پیش ببرند تا افغانستان از فرهنگ که در تهدید جنگ تعصبات و تهاجر قرار گرفته نجات پیدا بکنه و افغانستان که فرهنگ طولانی را در آغوش خود داشته باز هم با درخشانی به طرف نسل های آینده خود با سر بلند با فرهنگ سازا و فرهنگ سازنده به پیش برود تا روز آینده و برنامه آینده خدا نگهدار. <applause> شکر. از کل شما بسازید. شکر.